درود بر شما، به کانال من آشپزی با رویا خوش آمدید. در این ویدیو طرز تهیه متبل که یک پیشغذای مدیترانه‌ایه و با بادمجون درست میشه رو با هم میبینیم. کارمونو با کباب کردن بادمجونا شروع میکنیم. این مرحله از کار رو میتونیم یک روز قبل انجام بدیم. بادمجونا رو آماده کنیم و در یخچال بگذاریم. با کمی روغن بادمجونا رو چرب میکنیم. بادمجونا رو روی شعله مستقیم گاز یا روی زغال که معلومه خوب زغال بهتره کبابی میکنیم. تا بوی دود بگیره و از داخل بادمجونامون بپزه و نرم بشه. بادمجونامون که آماده شد زمان میدیم که سرد بشه. پوست بادمجونا رو میکنیم توی یه آبکش میذاریم تا آب قهوه‌ای بادمجونا از اون خارج بشه. توی یه کاسه بزرگ بادمجونای کبابی که تخمشون رو گرفتیم و میگذاریم. تاهینی داریم که همون ارده خودمونه. انار دون شده، لیمون ترش، دو حبه سیر، پودر پاپریکا، نمک و روغن زیتون. با کمک گوشکوب بادمجونا رو له میکنیم. سیر رو رنده ریز میکنیم و به بادمجونا اضافه میکنیم. سیر بیشتر از این نزنین که مزه سیر به بقیه مزه ها غالب نشه. نمک رو به مقدار دلخواه می‌ریزیم. کمی روغن زیتون. دو قاشق ارده به بادمجونا اضافه می‌کنیم. با ترکیب کردن ارده و بادمجون رنگ پیش غذامون تغییر می‌کنه و روشن میشه. آب لیمو ترش تازه رو اضافه می‌کنیم. تمام مواد رو خوب هم میزنیم تا متبلمون یک دست بشه. متبلمون که حاضر شده رو توی یک ظرف میریزیم. روی اونا یه مقدار دیگه روغن زیتون میریزیم. پودر پاپریکا رو توی بشقاب میریزیم. چنگالا توی پودر پاپریکا میزنیم و با کمک اون روی متبل طرح ایجاد میکنیم. روی متبل رو با انار دون شده و جعفری خوب شده تزیین میکنیم. اردوبر خوشمزه و خوش رنگ ما حاضر شده. متبلو به روش دیگه توی غذاساز هم میشه تهیه کنی. بادمجونای کبابی و بقیه مواد با هم توی غذاساز میریزیم. چند پالس میزنیم. متبلمون که آماده شده را توی یک کاسه می‌ریزیم. دو قاشق ماست پرچرب به مواد اضافه می‌کنیم. اضافه کردن ماست باعث میشه که پیشغذامون طعم و بافت بهتری پیدا کنه. کاملا مواد با هم مخلوط می‌کنیم. متبلو در ظرفی می‌کشیم، روی اونا یک برگ نعنای تازه قرار می‌دیم. یه مقدار سماق روی اون می‌پاشیم. با دونه های انار اونو تزیین میکنیم. در آخرم یه مقدار روغن زیتون روی متبل میریزیم. متبل یه پیش غذایی که سرد سرو میشه و تا 3 روز در یخچال قابل نگهداریه. این پیش غذا رو با سبزیجاتی مثل خیار، کرفس، هویج، فلفل دلمه‌ای که از درازا بریدین میتونین سرو کنین. همینطور با نون پیتا یا چیپس تورتیا. متبل در کنار غذاهای گریل شده و کبابی هم سرو میشه. امیدوارم این پیشغذای خوشمزه گیاهی مورد علاقتون واقع شده باشه. خوشحال میشم ویدیوهای منو با دوستانتون به اشتراک بگذارین. روزتون بخیر.